شما جاش میرید امتحان میدید؟ البرز اینجوری که چیزی یاد نمیگیره. یاد یاد بگیره. یاد نگیره از خواب خبری نیست. البرز زاگرس هزار مسجد. الو؟ بله. خانم این صدای خوری کمش کن. ببخشی درست نشنیدم چی گفتی؟ مریض؟ مگه دکتر کشک نیست؟ چرا آقای دکتر باقری هستن ولی نمیذاره عملشون کنن، مدام سراغ شما رو میگیره. مریض منه؟ فکر نمیکنم آقای دکتر. ولی میگه از دوستای دوران بچگی شماست، اسمش حیدریه، حمید حیدری. میگه دبستان با هم همکلاس بودیم. خیلی خوب، پس الان میام اونجا. میری بیمارستان؟ پس به این بچه هم بگو بره بخوابه، صبح نمیتونه پاشه ها؟ گفتم که نباید چشم رو هم بذاره، اگه از روز اول یه خورده بهش سخت گرفته بودی حالا اینجوری شب امتحان این خر تو گل نمیموند. اینجوری طفلی همونی هم که بلده فراموش میکنه. طفلی؟ این نازشه بکش، نباید هم از این بهتر باشه. مگه چشه؟ چی از بچه های مردم کمتره؟ بقیه رو ببین. شاید اونا بخوان یه مش ارازل و اوباش بسازن. من خودم بهتر میدونم چی کار میکنم. شما هم نمیخواد خیلی لیلی به لالش بذاری. کوهای مهم ایران، کوهای مهم ایران عبارتند از، کوهای مهم ایران عبارتند از. حاضر میکنی تا من برگردم؟ میپرسم ها، از که یادت نرفته، اگه بلد نباشی همون آش و همون کاسه. چشم. تو اینجا چی کار میکنی؟ بزنم تو سرت؟ زری بیا ببین این ماشین چیکار کرده؟ از همه جای ماشین داره آب میزنه بیرون. میدونم خرابه، الان دو سه روزه که اینجوریه. ببینی چیکار کرده؟ باید زنگ بزنم بیان درستش کنم. اگه خرابه چرا راش انداختی؟ کلی رخچک داشتم، باید شسته میشد دیگه. ده با ماشین خراب؟ همچین خرابه خرابه هم نیست، رخت رو میشوره، فقط گاهی وقتا جنی میشه. بله؟ سلام داداش. باز چه خبر شده؟ چی شده؟ از این آقا بپرسی. این دفعه دیگه چه بلایی سر خواهرم آوردی آقا جواد؟ من چه بلایی سر خواهرت آوردم؟ بگو اون چه بلایی سر من آورده؟ خب ببخشید، اون چه بلایی سر شما آورده؟ هیچی، دوتا پاشو کرده توی یک کفشو میگه طلاق میخوام. طلاق؟ طلاق؟ بله طلاق. والا فکر خوبیه، کاش همون 25 سال پیش این کارو کرده بود. مثل اینکه خیلی ما ناراحتی های دکتر. نخیر، اختیار داریم. اگه مردی بگو واسه چی طلاق میخوام. خورده برده که ندارم، کار خلافم که نکردم. آقا دوباره زنگ گرفته. بازم؟ یکی دیگه؟ بله.
جوانیم اون یکی ازم گرفت، حالا تا اومدیم یه چند سبایی رو بی سر خر بگذرونیم آقا دوباره فیریش یاد هندسون کرده. بده من. چیو؟ همون 50,000 تومانی که بهت قرض دادم. حالا که ندارم، هر وقت داشتم بهت میدم. اگه نداری پس چجوری سه تا زن میگیری؟ اونش دیگه به شما مربوط نیست. نشونت میدم دیگه تموم شد. همین فردا طلاق خواهرم ازت میگیرم. جدی کبرا؟ را بیافت بریم، زود باش، تماش بریم. کجا؟ آبجی کجا داریم؟ بچه هم تو خونه تنها انداداش، چیکار کنم؟ بذارم با این شمر زل جوشم؟ بفرما، اینم داداشه، داداشم میکردی، اینم داداش دکتره. مردی که بازم رفته زن گرفته. بیچاره کبرا. ده تو اینجا چه غلطی میکنی؟ برو سر درست. سلام، اینم پروندهش، بفرما. هر کاری کردیم آقای دکتر باقری عملش کنه نذاشت. وای خدا مردم از درد. وای کدومه؟ ایشونه. سلام رضا جون، خوب شد اومدی. نمیدونی چقدر از دیدنت خوشحالم. اما حیف که بد وقتیه. خدا دارم از درد میمیرم. ما همدیگر رو میشناسیم؟ معلومه که میشناسیم، من که تو رو خوب میشناسم. حالا اگه تو یادت رفته کجا درد میکنه؟ اول از همه اینجا بود، بعد همه جای دلم درد گرفت. میگیره و ول میکنه. آه گفتی دکتر خوبی شدی ها؟ بالاخره منو شناختی؟ نه، استفراغم کردی؟ گلاب برود دهم بدم. اپانتیس دکتر باقری درست تشخیص دادم، باید عمل بشه. خودت عملم کن پوز ملوک. پوز ملوک؟ ببینم تو کلک انداز نیستی؟ تازه شناختی؟ پیر شدی پوز ملوک، فراموشکار شدی. راستی تو کلک اندازی؟ ناسلامتی دکتری مثلا. معذرت میخوام، حالا حالت چطوره؟ بد، خیلی بد. اگه خوب بود که به تو احتیاجی نداشتم. اینا کس زبون دراز، یه پدری ازت در میاره. زود ببرنش اتاق عمل. بله چشم. الان دل رودت میرم بیرون. من از کجا پیدا کردی؟ تو روزنامه خوندم. یکی از مریضا ازت تشکر کرده بود. عکست هم چاپ کرده بودم. میره این همه راه و هیچ فکری کردم تو یه روزی دکتر بشی، اونم با اون نمره‌های گندی که میآوردی. خودت چه کارت رد می‌شدی؟ از تو یکی که زرنگ‌تر بودم. ای خدا. تو الان چی کاری؟ یعنی چی کاره شدی؟ تو دادگستری کار می‌کنم. دادگستری؟ بریمش تو اینجوری یاد گرفتی یاره؟ مگه نگفتم نمیخوابی میشینی اینا رو حفظ میکنی؟ اینه حفظ کردنه؟ کی میخوای آدم بشی؟ دوباره ازت میپرسم، رودخانه های مهم ایران رو نام ببرید. رودخانه های مهم؟ رودخانه های مهم ایران؟ کارون؟ زاینده رود؟ ایرمند. یعنی مملکت به این بزرگی همین سه تا رودخونه رو داره؟ نه بیشتره. بگو. میدونم. بگو. یعنی بلد بودم. کارون. تلفن. بگو یه دقیقه صبر کنم. بگو دیگه. کارون. زاینده رو. بیا. خب دیگه. بیا دیگه. آره دیگه. کارون که تلفن نیست، من میخواستم با حرف بزنم. چه حرفی؟ ناسلامتی تو خود دکتری، آخه این درسته بچه رو اینجور بیدارش کنی؟
میشه شما در این مورد دخالت نفرمایید؟ نه خیر نمیشه. من و شما بارها سر این موضوع با هم صحبت کردیم. هیچ وقت هم به نتیجه نرسیدیم. با کتک زدن که نمیشه بچه رو وادار به درس خوندن کرد. میشه بفرمایید چه جوری درس خون میشه؟ من نمیدونم چه جوری، فقط میدونم با کتک نمیشه. خود من با کتک دکتر شدم. حالا لابد میخوای دق دلی اون وقتا رو سر بچت خالی کنی. نکنه تو خیال میکنی که من با این بچه دشمنی دارم یا خوشم میاد که بزنمش؟ فقط به خاطر اینه که این آبا چیه؟ از این ماشین لباس یه وامونده است، معلوم نیست چه مرگشه، چند روز همه چیش قاطی شدی. مگه نگفتم روشنش نکن؟ کی روشن کرده؟ کارش که تموم شد خاموش شد، هر وقت دلش میخواد خودش را میفته. دلش میخواد؟ مگه آدمه که دلش بخواد؟ خیلی خواهد برو یه صف برده بیا این آبا رو از این وسط جمع کنم. بابا اتصال کرده، دو شاخش رو باید از برق میکشیدی. پس اینا چیه این تو خانوم؟ درش قفل شده وانه میشه. فردا حتما زنگ بزن بیان درستش کن. رضا خواهش میکنم به سینا بگو بره بخوابه. سینا برو بگی بخواب. چرا اینجوری میکنی؟ آخه منم میخواستم برده شور برده. اصلا ماشین رخشویی نمیخوا. سوکیت،
خراب شدی؟ بازیت گرفته؟ به برقم که وصل نیستی وای خدا، پس چجوری کار میکنی؟ هستی؟ با من چی کار داری؟ من با تو کار ندارم. تو با من کار داری. چه کاری؟ مگه نمیخوای شکایت کنی؟ از کی؟ از بابا. از بابا؟ آره. مگه تو رو پاکت نمیزنه؟ چرا میزنه؟ خب شکایت کن. چه جوری شکایت کنم؟ بیا پیش ما، یه شکایت بنویس، ما به تو رسیدگی میکنیم. چه جوری بیام پیش شما؟ من که اون تو جا نمیگیرم. چطور؟ من به این دنیا یه جا میگیرم. فکر نکنم جا بگیرم. مامان چی گفتی؟ الو الو نفهمیدم. الو الو کجا رفتی؟ با کی حرف میزنی؟ با هیچی. بازی میکردی؟ نه بابا. به سرای خرس گنده تلفن بازی میکنی؟ اونم نصف شبی؟ لباست چرا خیس کردی؟ فکر کردم تلفن زنگ میزنه، اومدم برداشتم که شما خواب بیدار نشید. برو بگی بخواب. دریاچه های مهم ایران را نام ببرید. دریاچه خزر، دریاچه هامون، دریاچه بختگان، دریاچه ارومیه. کشورهای همسایه ایران کدام هست؟ از شمال اتحاد جماهیر شوروی، از مغرب عراق، شرق پاکستان. دیگه کدوم کشور همسایه ماست؟ ترکیه. کجا قرار گرفته؟ جنوب. حواستو جمع کن. مشرق. میزنم تو سرت ها. بگو حواست کجاست؟ همینجاست. بگو. مغرب. کتک میخوای؟ رضا ببین میتونی در اون ماشینو باز کنی؟ تو رو خدا ببین لباسم همه رنگ گرفته اون تو. خب چرا خودت بازش نمی کنی؟ مگه ندیدی؟ از دیشب قفل شده باز نمیشه. باز شد. هیچ معلوم نیست چشه، جنی شده. خب ترکیه کجا قرار گرفته؟ لباسم همه رنگ گرفته. شمال غربی درسته؟ شمال غربی درسته؟ بله درسته. تکرار کن. ترکیه شمال غربی. الو، تعمیرگاه دیاموند؟ افغانستان کجا قرار گرفت؟ افغانستان
شمال غربی؟ بله. میزنم تو سرتا. تو کجا رو داری نگاه میکنی؟ آلا حواست کجا؟ افغانستان کجا قرار گرفته؟ بگو افغانستان کجا قرار گرفته؟ رضا شماره اشتراک ما چنده؟ اسما بگو خودشون پیدا میکنه. ببخشید شماره اشتراک نمیدونم. افغانستان مغرب؟ میزنم ها. مشرق؟ حواستو جمع کن، همچین میزنم که جنوب غربی. جنوب غربی؟ بالا میشه سر جا. نمیگم بشه سر جا. باشو باشو چه بیری احمد؟ چیکار میکنی؟ بیا اینو بخور. اینو بخور. سلام. سلام. سلام علیکم. خوش اومدی. بفرمایید. خوش اومدی. بفرمایید. خواهش می‌کنم تو بشین. من خودم جریان رو براتون تعریف می‌کنم. چه اتفاقی افتاد؟ والا بچه‌مون گم شد. ربش چند سالشونه؟ 10 سالشه. کلاس 4مه. از کی گم شده؟ چی سن؟ یه نیم ساعتی میشه. نیم ساعت؟ نیم ساعت که نمیشه گم شدن. شاید رفته منزله یکی از دوستاش. خب بله ممکنه رفته باشه. منم همینو میگم، خودش برمیگرده. چرا واقعیتو بهشون نمیگی؟ خواهش میکنم رضا، تو ساکت باش. تو رو خدا ساکت. ببینید خانم، شما باید واقعیت رو به ما بگید، بلا ما نمیتونیم کمکتون کنیم. واقعیت؟ نکنه مسئله بچه دزدی تو کاره ها؟ آخر آقا قضیه مهمتر از این حرف هاست. بفرمایید. بله تشریف بیارید. ببینید من اینجا نشسته بودم. بله بله. بچه من بله. اونجا. بله. اینجوری. بله بله. یه دفعه خودش انداخت رو زمین و چهار دست و پا رو زمین شروع کرد به راه رفت. آقا لطفا شما فرمایید. وقتی رسید جلوی ماشین لباسشویی، البته من داشتم نگاهش میکردم که یهو عین بچه گربه خودشو انداخت تو ماشین. بس دیگه رضا، از اینجا بلند شو. که خودشو انداخت این تو. چیز تازه‌ای نیست، اصلا نگران نباشید. ما تا حالا چندین مورد اینجوری داشتیم. مگر سر کار بفرمایید. بفرمایید شما حالتون خوب نیست؟ بفرمایید یه خورده استراحت کنید تا حالتون جا بیاد. خواهش می‌کنم بفرمایید. ما بلدیم چیکار کنیم. بفرمایید شما. خواهش می‌کنم. ای آقا شما خیال می‌کنید من دیوانه شدم؟ اختیار دارید آخه. حرفا چیه می‌زنید؟ آخه این کار شما نیست. وایسید، باید کسی دیگر رو خبر کنم. ببخشید که اینجوری مزاحم وقت شما شد. خواهش میکنم. ببین چیکار میکنه. آقا حالشون اصلا خوب نیست، دکتر خبر کردی؟ الو. آتش نشانی؟ آقا وای خدا. آتش نشانی اومد. اومد؟ اومد. اومد. آقا آتیش چی؟ نکش هول نکنه. بیا آقا هول نکنه. هول نکنه. هول نکنه. هول نکنه. هول نکنه. هول نکنه.
همش تقصیر این ماشینه. ساخنه چیه؟ بابا اصلا تو نمیدونی چه وضعیه. بله چه فرمایشی داری؟ ما واسه تعمیر ماشین لباسشویی اومدیم. وای مگه خنده داره؟ ببخشید اصلا نمیشه. یعنی چه نمیشه خانوم؟ ما الان نمیشه. هزار تا کار داریم الان نمیشه. اگه نشه میره تو چند روز دیگه. بله نمیشه. کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ شما کاری به این کارا نداشته باشین، فقط داغونش کنین بقیه‌اش با من. آقا ما اون رخصه اصلا این کار کار خودم. ما چه نمیتونیم چیکار کنیم؟ من باید این بی پدر رو خودم میزنم. دارم خوبه. میگم به من آمپول نزنی. بلش کنی. یه کمی آرومت میکنه. برات خوبه. بلم کن رسولی. همش تقصیر تو. بله. بسیار خوب. دکتر مطلوب اومده دیدن تو. روانشناس؟ چرا روانشناس خبر کردی؟ ببین دکتر، شما فکر میکنی من دیوونم؟ اون دوست توه، اومده ازت عیادت کنه. میخوام 100 سال سیاه نکنه. سلام. سلام خانم، احوال سلام شما؟ سلام، خیلی ممنون. سلام دوست عزیز، حالت چطوره؟ خوب داری استراحت میکنی یا؟ خودت رو سست نکن، نمیخواد ادای روانشناسای مهربونو از خودت در بیاری. میشه خواهش کنم ما رو تنها بذارین؟ بله آقای دکتر، ولی شما میدونین قضیه چیه؟ بله همه چیزو میدونم، دکتر باقری تلفنی برام گفت، مسئله اینه. با اجازه. خب بگو اینام برن بیرون. قول میدی بچه خوبی باشی؟ آره. امروز چند شنبه است؟ دوشنبه. دیروز چند شنبه بود؟ یک شنبه. اسم کوچیک خودت چیه؟ رضا. اسم کوچیک من چیه؟ احمد. چند تا بچه داری؟ یه دونه. فلکون بابا، من این اراجیفو بهتر از تو بلدم. مثل اینکه یادت رفته. بیرون 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 بیرون. دراز بکش. خب قضیه چیه؟ تو که میدونی. میخوام خودت برام تعریف کنی. والا چی بگم؟ چرا فکر میکنی پسرت رفته تو ماشین لباسشویی؟ چون رفته. تو که میدونی پسری به اندازه سینا تو ماشین لباسشویی جان نمیگیره. بچه رو همچی حرفی رو میزنی؟ درسته جان نمیگیره. بچه رو همچی حرفی میزنی؟ خب برای اینکه جا گرفت. ببین رضا، تو راست میگی، ما هر دومون دکتریم، پس زبون همدیگر رو خوب میفهمیم. تو حواست سر جاشه، تبم نداری، رنگ و روتم خوبه، چشماتم نشون نمیده که دوچار جنون آنی شده باشی. پس بفرمایین منظورتون از این مزخرفات چیه؟ میخوای راستشو بهت بگم؟ البته. سرت بیار جلو. حالا واقعا فکر میکنی سینا کجا رفته؟ والا نمیدونم،
اینقدر کارای این شوکم کرده که به کل از اون غافل شدم، ولی خیالم ازش راحته. خواسته بزنتش از در پشتی آشپزخونه در رفته. حتما الان تو مدرسه است. خیالم از این ناراحته. چیزی نیست، خوب میشه، نگران نباشین. احتمالاً یک کریز عصبیه. میگم چطور شما برین و بچه رو بیارین اینجا، شاید اونو ببینه حالش بهتر بشه. آره بد فکری نیست. فکر میکنی چقدر دیگه طول بکشه؟ نمیدونم، الان نیم ساعت اون تو هم. یعنی انگار راست راستی دیوونه شدن. اینم که صرافه، ولی چرا اینقدی موندن؟ اینم که احمده. Thank you.
دادگاه رسمی است. دادگاه؟ دادگاه چی؟ متهم ساکت باشه. کلکر لازم ناچیز. این دیگه چه جور کلکی جور کردی؟ مگه من همین دیروز آپانتیس تو را عمل نکردم؟ از موضوع خارجه. بابا یه نفر به من بگه اینجا چه خبر شده؟ چرا شما ها کوچولو موندین و بزرگ نشدین؟ من یه دکترم، زن دارم، بچه دارم. آخه من که قد شما نیستم. خود تو همین دیروز از من نخواستی عملت کنم تا راحت بشی. ساکت. آخه من یه نفر به من بگه اینجا چه خبر شده؟ سینا متهم بشین سر جاش. آقای دادستان بفرمایید. خواهش میکنم. جناب رئیس، حضار محترم، یکی از بلاهای بزرگ ما بچه ها دست به زن بزرگتر هاست. این عادت زشت و ناپسند در همه جا دیده میشه. در همه جا انسان هایی هستن که به محض بچه دار شدن تنها وسیله ای را که برای تنبیه انتخاب میکنن کتک زدنه. حالا من از شما میپرسم، آیا جز کتک زدن راهی برای راهنمایی و هدایت کودکان وجود نداره؟ مسلمم وجود داره، ولی اونا نمیخوان به خودشون زحمت بدن، میخوان از کوتاه‌ترین راه به مقصودشون برسن و این کوتاه‌ترین راه چیزی جز کتک زدن نیست. پدری که هم اکنون به عنوان متهم روبروی شماست یکی از سنگدل‌ترین و بی‌گذشت‌ترین پدرهاست. پدری که باعث خجالت همه پدرهای خوب و مهربونه، کشیده‌ای که اون به بچه‌ش میزنه اگر به سنگ میزد نالش به آسمون میرفت. لگت هایی که اون حواله این بچه بیگناه میکنه میتونه دیوار رو خراب کنه. من از شما میپرسم، آیا توسعی نمیتونه خونریزی مغزی ایجاد کنه؟ میتونه. به من بگین لگت نمیتونه اعضای نازک و شکننده یک بچه رو خورد کنه؟ میتونه. آیا کتک بچه رو دستخون میکنه؟ نه. آیا کتک شخصیت بچه رو خورد نمیکنه؟ نه. آقای رئیس و حضار محترم، من به عنوان دادستان از طرف کلیه کودکان جهان برای این پدر خطاکار و سنگدل تقاضای اشد مجازات را دارم. متشکرم. من اعتراض دارم. من باید از اینجا برم بیرون. بابا ادامه دادرس. آقای دادستان میتونید شهود خودتون رو به جایگاه دعوت کنید. آقای رئیس، تنها شاهد من شخص شاکیه. سینا جون بابا، یه وقت حرفی نزنی که به ضرر بابا تموم بشه. متهم ساکت باشه. چرا ساکت باشم؟ شما بچه‌مو پرش کردین، هر چی می‌خواید انا همم بگید. نظم دادگاه رو به هم نزنین. ببین سینا جون، اینا همشون علکیه. ساکت، چلو درشو بگیر. ساکت، این یه افتابوش بیسکرم تو، بیسکرم تو بدکشم، بیسکرم تو بدکشم، ساکت. آقای رئیس، مقاضا دارم اجازه بدین دهن موکر بنده رو ور کنم. من خودم قول میدم که دیگه ایشون بدون اجازه حرف نزن. قول شما رو قبول دارم. متشکرم. باشه، فورتش نمیدم. شما این مرد رو میشناسید؟ بله. چه نسبتی با شما داره؟ پدرمه. میتونید بگید رفتار پدرتون با شما چطوره؟ خیلی بده. همیشه اخماش تو همه، داد میزنه، گاهی وقتا هم کتکم میزنه. بیشتر سر چی کتک میزنه؟ سر همه چی، ولی بیشتر سر درسه. مگه شما درستون خوب نیست؟ چرا خوبه؟ یعنی بد نیست. معمولا نمرات شما چند میشه؟ 16 17 19، گاهی هم 20 میگیرم، ولی اون همش میگه باید 20 بشه. تا 20 نشه شطره خوابونده تو سرم. اوه
وای 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 ادامه بده. دیگه غیر از دستر چی میزنه؟ یه دفعه داشت تلویزیون نگاه میکرد، گفتم میخوام اون کانالو بگیرم، گفت نمیشه. گفتم آخه برنامه کودک داره؟ شطره خوابون تو دهنم و گفت بچه رو حرف بزرگتر حرف نمیزنه. ببینم در این مورد چی داری بگی؟ من از بیرون آقاتم تلخ بود، یه اتفاقی تو بیمارستان افتاده بود، نفهمیدم چی کار دارم میکنم. قبول دارم کار بدی کردم. کافیه، ادامه بگی. چند تا دیگه میتونم بگم. مثلا یه دفعه هم مدرسه برگشتم دیدم بوک گاز میاد، مادرم نبود، گفتم آقا جون بوک گاز میاد، گفت حرف بی خود نازم بچه. هرچی گفتم قبول نکرد، آخرش یه پس کردنی به من زد و گفت یعنی بچه میخوای بگی تو میفهمی ولی من نمیفهمم. اما شیر گاز باز بود، نزدیک بود خونه آتیش بگیره. گمونم اون روز سرما خورده بودم، دماغم هم گرفته بود. ولی خب فکر آی داستان ادامه بگی. هیچ شده بگه بخنده بازی کنه. یادم نمیاد، بیشتر میگه خستم و حوصله ندارم. یه روز دیدم به مادرم میگفت اگه این کار کنم پررو میشه. بنده دیگه ارزی ندارم. آقای وکیل مدافع بفرمایید. پسر جان بگو ببینم، گفتی معمولا نمره 16 17 میگرفتی درسته؟ بله درسته. خب با کتکایی که میخوردی تازه 16 17 میگرفتی، اگه کتک نمون لبات 5 6 میگرفتی یه ضرب رد میشدی. نه خیر اینطور نیست، من میتونم نمره های بهتری بیارم، اما حالا همش تو این فکرم که یکی میخواد منو بزنه، واسه همینه هیچی تو کلم نمونه. یعنی شما میخواین دفاع کنید و بگید کتک زدن کار خوبیه؟ یعنی میخواین بگید کتک زدن بچه رو خرف نمیکنه؟ بنده غلط میکنم. جناب رئیس دیگه ارزی ندارم. چی رو دیگه ارزی ندارم؟ این چه طرز دفاع کردن بود؟ نه سلامتی، تو وکیل مدافع منی. میخواستی چیکار کنم؟ حرف حساب جواب نداره، کاری که شما کردی جای دفاع باقی نذاشتی، کارتون ساخته است. اصلا من وکیل نمیخوام، من وکیل نمیخوام، مگه آدم قطعه؟ ساکت، اگه باز نظم دادگاه رو به هم بزنید با اون طرفی. چی؟ بشید داره جان؟ ببینم میتونی بگی چند بار کتکت زده؟ خیلی زده آقا، از این تالا شمردم 12 تا پس کردنی، 4 تا لغت، 2 تا تو دهنی، البته پارسال پیارسال هم زده، خیلی هم زده ولی نشمردم. بفهمون شو بدونم چجوری میزدی؟ جناب رئیس والا به خدا همچین کتکی نبوده، خیلی پنبه ای، فقط واسه این که حواسش جمع کنه. نشون بده بزنید. آخه چجوری همچین چیز مهمی نبوده؟ بزنید. آخه چیز بخورده بلشو بجلو چیز آخه بزنید. آخه چیز مهمی نبوده. خیلی این نتیجه یه دقل بازیه، همونطوری که به سینا میزنید بزنید. اینطوری زدی؟ همچنین یه خورده از این محکم تر بزنید، همونجوری بزنید. بزن بیدا هر شما خوبه. اخه چیزه بخشید. نه حتما اینجوری نبوده، چون این ماکت در این چند روز اخیر شدت همه ضربات شما رو ثبت کرده. اگه آروم تر بزنید عکس العمل نشون میده. همونجوری بزنید. چیکار دیگه؟ سی واحد؟ 25 بار؟ عجب آدم بیرحمی. به این محکمی نبود، باور کنید اینجوری نبود. خودتون زدی؟ به این محکمی نبود. دادگاه وارد شور می شود. بشین بینا. وای وای وای
دادگاه پس از شور و مشورت بسیار متهم را گناهکار تشخیص می‌دهد. متهم محکوم است که 25 سال در زمان به عقب برگردد و فقط با معدل 20 حق دارد به این زمان قدم بگذارد. وای 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 وای. همچنین دادگاه متهم را به 25 پسگردنی محکوم می کند که در مدت اقامت در گذشته در مورد ایشان اجرا خواهد شد. حکم را اجرا کنید. اونا اینجا بینا برای سر تو برده خیلی کی؟ خودت روزو هیچ کاری نداری. نگاش کن ماشه جمع کن خودت بینم طوری تو؟ ای وای ببین چه قدی شدم من. شما اینجا ای وای خدا وای من بزرگ شده بودم واسه خودم آدمی شده بودم دکتر بودم زن داشتم بچه داشتم. این چی داره میگه؟ میگه زن داشتم. این حرفا چیه میزنی؟ راست میگم اسم بچم هم سیناست اسم زنم هم زریه. زن گرفته اسم بچه هم سیناست. برو کار چه نکبر کبرا آبجی جون توی پا میخواستی کی باشه؟ ای آبجی بیچاره من چقدر تو بدبخت بودی؟ بدبختم هستی؟ این چی میگه؟ نمیدونم. خدا لعنت کنه اون شوهرتو. بله؟ شوهرش کیه؟ همون مردی که بیابرو که آبروی هممونو برد. ای وای خاک به سرم این دیوونه شده. باز بروت خندیدم پارو شدی؟ این دریوری ها چیه میگی؟ داداش محسن تو چقدر جوون شدی؟ چند وقت پیش که دیدمت پیر شده بودی همه این موهات سفید شده بود. بیا برو گم شو گم برو بیا برو گم شو نزن داداش محسن نزن تو درد سر میفتی ها هرکی بچه رو بزنه میبرنش دادگاه. راست میگم به خدا داداش منو میبرن دادگاه؟ آره. چی شده باز چه خبره؟ آقا جون الهی قربونتون برم شما زنده ای؟ ای وای بچه من رو اذیت نکنید. خیلی دلم براتون تنگ شده بود اگه بدونین چقدر سر قبرتون گریه کردم. الهی زبونتو مار بگز این حرفا چیه میزنی؟ چرا اینو خیس کردی؟ آقای جون این حالش خوب نیست نمیدونین چه حرفای مزخرفی میزن. سر به سرش نذارید دارید دنبال کارتون. چی شده بابا جون؟ اذیتت کردن ناراحتی؟ بیا بریم تو لباس رو عوض کن سرما میخوری بابا جون بیا بیا مرزتتون اینه مرز شاید سرش خورده به تای حوز. نه بابا آقا جون آقا جون جون آقا جون آقا جون من بزرگ شده بودم. معلومه بابا جون تو پسر بزرگی هستی. نه خیلی بزرگتر من دکتر بودم. دکترم میشی؟ بگو انشالله. به خدا من زن و بچه دارم. زن و بچه دارم میشی هنوز که دیر نشده. آخه چی بگم چی کار کنم به کی بگم؟ به من بگو بابا جون. چی جوری برگردم؟ کجا میخوای برگردی؟ نمیدونین چقدر دلم میخواد همینجا پیش شما بمونم ولی دلم شور زن و بچه‌مو میزنه. چه بازم خواب دیدی؟ بگو ببینم دیگه چه خوابی دیدی؟ بگو پسرم خجالت نکش بگو بابا جون.
گفتن همه نمراتت باید 20 بشه. حالا 20 هم نشد مهم نیست. نه باید 20 بشه، وگرنه همینجا باید بمونم. نه بابا، کافیه نمراتت خوب بشه، اون وقت نمیتونن نگرت دارن، خودت میری کلاس بالاتر. تکلیف زن بچه‌م چی میشه؟ آهای داداش، به من چند تا پس گردنی زدی؟ یه دونه، بقیهش باشه طلبه. حق نداری بچه‌مو بزنی. آهای رضا، برو مرسن، اومدن دنباله. کی اومده دنبالم؟ کی میخواستی باشه؟ همین پسره دیگه، هیدری. هیدری؟ یک پدری ازش در بیارم. نری دعوا کنی بابا جونا، یه راست برو مدرسه. چش بابا. وای اینم که عزیزه. وا چرا اینطوری به من نگاه میکنی؟ هیچ. الهی قربونتون برم عزیز، الهی فداتون بشم. بچه تو چته؟ شما آدم ها دست رخ میشورین؟ ماشین رخشویی ندارین؟ الحمدلله. وا این پسره چه شده؟ عزیز نمیدونی چه حرفایی میزد، میگم من زن و بچه دارم. میخواست منو ببره دادگاه. دادگاه چیه؟ نمیدونم. نخند داداش. عزیز من فکر میکنم حالش خیلی بده، نذاریم بره تو کوچه. خدا رحمتتون کنه عزیز. سن نزن. به چطوری پوزمون؟ آخ باز چی میزنی؟ میزنم پدرت هم در میارم. آی باشنم. چی میزنی؟ همچین کتکت بزنم که باد کنی. چی شد آقا واسه چی؟ واسه چی ها؟ حالا دیگه واسه من رئیس دادگاه میشی؟ دادگاه چیه؟ واسه حالا برگردون. کجا برت گردونم؟ همون جایی که بودم. تو کجا بودی؟ همون قدی که بودم. ولم کن، من نمیفهم تو چی میگی؟ چه نمیفهمی کلک انداز؟ آخه واسه چی میزنی؟ زود بگو چجوری این کارو کردی؟ خوب کار، چرا میزنی؟ من از هیچی خبر ندارم. خودتو منو چی جوری کوچیک کردی؟ کی تو رو کوچیک کرده؟ تو که روز به روز داری گندتر میشی، خیکی. یکی طلبت، بعدم به حسابتو میرسم. هیدری، هیدری وایسا کارت دارم. برو بابا. وایسا. ببین من زن و بچه دارم. چی داری میگی؟ آخه چطور دلت میاد اینقدر سنگ دل باشی؟ حالا یه چیز بارش میکنم. تو بگو من تو رو چیکارت کردم؟ من که به اون خوبی آپاندیسیت تو رو عمل کردم. آپاندیس؟ آپاندیس من رو عمل کردی؟ بله، پریروز تو بیمارستان. خودتو به اون رو نزن. بیمارستان؟ بیمارستان چیه؟ من که اصلا شخص بیمارستان نبودم. دیوونه شدی؟ بس بر نمیگردونی؟ نه، بر نمیگردونم. به هرچی دیدی از چش خودت دیدی. هر غلطی دلت میخواه بکن. خب بگو چی شده؟ آقا اجازه، ما اصلا کار به اینا نداشتیم آقا. داشتیم میومدیم مدرسه. آقا اجازه، پشت دیوار قایم شده بودن. تو ما رسیدی پریدن ما رو زدن. اجازه. زدن اینکه اونم شکوندن آقا. آقا اجازه، اینا هیدری شاید ازشون بپرسید. هیدری بیا جلو ببینم. تو دیدی چی شد؟ از آقا ما چیزی ندیدیم.
آقا دروغ میکن آقا، خودش با رضا دعوا میکرد که چرا این کارو میکنه. این دوتا اصلا با هم رفیقن، آقا نمیخواد رضا رو لو بده. آقا چه اینطور؟ سلام آقا. خیلی خوب، جفتتون حق نداری بری سر کلاس. برین خونه، فردا بابا هاتون رو بیارین مدرسه. مریض آقا. و اما تو 10 نمره از نمره ی انضباطت کم میکنم. آقا تو رو خدا هر کاری میکنی بکنی، از نمره انضباطت رو کم میکنم. هر بازون برین کمشین، هر بازون خواهش میکنم، نمره رو کم نکنید آقا. آقا قایق من جلو زد. آقا ناظم گفته که بهت 20 نمیدم، میگی چه خاکی به سرم بریزم. حالا انضباط که مهم نیست، آدم که از انضباط رد نمیشه، فقط معدل آدم یاد کن. یه همون دیگه، تو که میدونی من بعد معدلم 20 بشه. معدلت 20 بشه؟ آره، خود ناکست گفتی. من گفتم؟ کجا؟ تو دادگاه. بازم بگو یادم نیست. باز زد به سره، میخواد دری بری بگی. پسر اوستا چته؟ معلوم نیست از کدوم دنده بلند شده. از اون ور که منو زدی، بعد صراف رو زدی، احمدم که بعد جوری زدی، حرفای مفتم که میزنی. پسر تو چته؟ همش زیر سر تو این ناکسه. خدافظ. سب کن. بگو به عرفای خاک آقام به هیچ کس نمیگم. بابام که نما در واقع کشه قسم بخورم. آره راست میگی، بعدم میمیره. بی تربیت. سب کن. ازت معذرت بخوام، منو ببخش، از دهنم پرید، نباید این حرف رو میزدم. آخه تو که میدونی چه بلایی سر من اومده. من ایچی نمیدونم، حرف دارم نزا. خیلی خوب، بهت میگم باشه، اما قول بده که بهم نخندی ها. باشه، قول میدم. مگه قول ندادی بهم نخندی؟ آخه حرفا جدا میدهیم. حتما خواب دیدیم. نخه من اصلا خواب نبودم. یعنی من بزرگ شده بودم تا آپاندیسم همه کردیم. بله. رئیس دادگاه بودم. آره. من تو رو محکوم کردم. آره. پس من آدم مهمی هستم. مسخره نکن، بگو چی کار کنم. به خدا اگه من این سیده خبر داشته باشم. ای وای، راستی الان چندم ماهه؟ 16 خرداد. وا، خرداد؟ یعنی چند روز مونده به امتحانات؟ 15 روز. وای، 15 روز مونده به امتحانات، من هیچی بلد نیستم. وای خدا، تو باید کمکم کنی که من درس ها باشه. کمکت میکنم. باید همه نمراتم اون 20 بشم. باشه، کمک. اون پیدن چرکتو در آر، شلوار تم عوض کن. مگه کی قراره بیاد عزیز؟ خواستگار. خواستگار؟ واسه کی؟ واسه من، واسه کبرا دیگه. اسمش جواد رستمیه. بله؟ آره، تو از کجا میدونی؟ میدونم دیگه، ولی شما نباید کبرا رو بدین به اون. یعنی چی؟ یعنی اون شوهر خوبی واسه آبجی نمیشه. بله بله، چه غلط های زیادی، این غلط ها به تو نیمده. عزیز به خدا راست میگم، اون اصلا آدم خوبی نیست. من بابات نیستم آ، همچین میزنم توی دهنت که پر خون بشه. فضول بی تربیت. موسی برو در وا کن. راست چی من؟ برو در وا کن دیگه. بیا پیرهن تو عوض کن. چایی دم کشیده؟ بله. هر وقت صدات کردم چایی رو بریز و ورداری بیا. چشم. آبجی، زن این یارو نشو، دارم بهت میگم آ. به خدا راست میگم، این عروسی عاقبت نداره، یارو زن داره. تو از کجا میدونی؟ خب میدونم دیگه. کبرا. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. خیلی خوش آمدید. بفرمایید بالا، خواهش میکنم بفرمایید بالا. مادر جون بیا تو مادر. بفرمایید. سلام. سلام. ماش. قدش کوتاست. بفرمایید. خیلی ممنون.
بفرمایید. آقا جون اینجایی؟ سلام آقا جون. سلام علیکم. سلام. دست شما درد نکنه خانم. پسر کوچیک است. بله بله. خب آقا میفرمودید. بله عرض میکردم جواد آقای ما الان چند ساله که فارغ التحصیل شده، کارش هم بدک نیست، در یک شرکت خارجی کار میکنه، درسته بابا؟ بله آقا جون. خوبه خوبه، درآمدش هم بد نیست. بنده و خانوم نظرمون اینه که صحیح، ایشون به اندازه کافی تنهایی کشیده، حالا دیگه بهتر ازدواج کنه. انشالله خوشبخت بشن. انشالله. تعریف نباشه، این آقا جواد پسر من خیلی پسر خوب و سر به زیبا. بله معلوم. حالا خانومتون چطوره؟ چی؟ سلامت هستن انشالله. چی میگی؟ دختر کوچولوتون چطوره؟ حالش خوبه؟ بچه شیرینیه. رضا. بله. چند سالشه؟ فکر نمی‌کنم بیشتر از 3-4 سال داشته باشه. مغزش شیب کرده. رضا. اسمش چی بود؟ فتانه. آره درسته، فتانه جون. این آقا زن داره و بچه. تو از چی حرف میزنی؟ رضا بس دیگه. برو دست از خانواده ما وردار. این آقازاده چی داره میگه؟ این دفعه دیگه اون دفعه نیست. رضا تو چی داری میگی؟ پاشی بریم. پاشی بریم. بفرماییم بریم بیرون. برم کن. بنده میذارم این عروسی سر بگیره. تو نباید زن اون بشی. اون نده داداش. این آدم آدم چهارم چرکی. هم زن داره هم بحره. این پسره چرا همچی کرد؟ بشین مادر. ببخشین. برو بینیم با تو هم. این چه مسخره بازی بود در آوردی؟ مسخره بازی چیه؟ من نمیذارم اون عروسی سر بگیره. تو غلط میکنی. بلش کن. یه بلایی سرت میرم حس کنی. آبجی دارم بهت میگم اون زن داره. برو بالا بینم. یه زن دیگم بعدم میگیره. برو بالا بینم. برو بالا بینم. اون نده. اون نده. کلم شو کرد. یلا. خود چی؟ برو بالا بینم. برو. ستاش. بلایی سرت بیارم. برو بینم. چی میگی؟ حفظت میکنم. برو کن بود. چرا میزنی اینقدر؟ برو تو بینم. اینقدر تلخه؟ آقا داداش من نمیزنم یه عرصی سر بگیره. آب جیم بدبخت میشه. گمش مینه. قربونت برم محسن جان. خدا حافظ. خانواده نجیبی بودن. حالا اون بچه یه کاری کرد. من نمیفهمم شما چرا باید نارم. چیکار میخوای بکنی آقا داداش؟ منم رضا. بیا پایین کارت دارم. این وقت شب چه کار داری؟ بیا پایین تا بهت بگم. از اینجا که نمیشه. اومدم. سلام آقا جواد.
سلام. رضا. یه چیزی یادم افتاده بود اومدم بهت بگم. چی؟ میخواستم بگم مواظب بابات باش. یعنی چه؟ که چی؟ یعنی اینکه اگه مواظب نباشی امشب میفتو پاش میشکنه. مازد به سرت. از کجا میدونی؟ میدونم دیگه. اون دفعه هم همینجوری شده بود. درست شبی که اومده بودن خواستگاری خواهر من، بابای تو میفتو و پاش میشکنه. اداری هرکی میگی؟ دروغگو؟ به خدا راست میگم. حالا دیگه خودت میدونی، بهت گفتم. حالا میخوای باور کن، میخوای باور نکن. خدافظ. دیونه. رضا. رضا. سلام آقا. سلام بابا. سلام رضا. پس بابات کو؟ مگه قرار نبود بیاد مدرسه با آقا ناظم صحبت بکنه؟ چرا؟ میخواست بیاد ولی نمیتونه، از نردمون افتاد و پاش شکست. ای بابا، خدا شفاش بده. ببینم حالا خوابیده خونه؟ بله، پاش گچ گرفتم. ایشالله زودتر خوب بشه. عیبی نداره، من با آقا جون میگم راجب کار تو هم با آقا ناظم صحبت بکنه. مگه نه آقا جون؟ من این کارو میکنم ولی به شرطی که قول بده چیتونی نکنید و بچه های خوبی باشید. چش. پسر، آخه تو کی هستی؟ آخه تو از کجا میتونی که باقی؟ از زیرو سورا دارم چی بهت میگم؟ خب چجوری شد افتاد پاشی کرد؟ هیچی، سهر بلند میشه از پشت بوم بره پایین، پاش درمی رو میخوره زمین. تو هم مواظبش نبودی ها؟ من خواب بودم، وقتی شما رفتید گرفتم خوابیدم. آخه باور نکردم. حالا باور میکنی؟ معلومه، چجورم باور میکنم آقا، چاکر شما. چرا اینجوری با من حرف میزنی؟ آخه شما که همقدر ما نیستی؟ شما دکترید، زن و بچه دارید، بزرگ شدی. خب تو هم بزرگ شده بودی، تازه نصف موهات هم سفید شده بود. بام تربیت بابا جون، دیر میشه. اومدیم بابا. این بود که گفتم راجع به پسرش با هاتون صحبت کنم. البته شما که تشریف آوردین مثل اینه که پدر ایشون تشریف آوردن. تصدیق می‌فرمایید که ما مسئولیم و باید مسائل بچه‌ها رو با والدینشون در میون بذاریم. ببخشید مزاحم شما شدیم تا اینجا اومدیم. رضا، میشه بگی من چه کاره شده بودم؟ درست نمیدونم. مثل که گفتی تو دادگستری کار می‌کنی. زن و بچه هم داشتم؟ کسی همراهت نبود؟ آدم خوبی بودم؟ معلومه، آدم خوبی بودی. چکرتم آقا دکتر، نوکرتم. به من نگو آقای دکتر. ببین هیدری، من و تو با هم دیگه رفیقی. معلومه که رفیقی، خیلی هم با هم رفیق هستی. رضا، بیا قول بده که هیچ وقت ازم جدا نشی. نمیشه. آخه تا چند وقت دیگه، یعنی 7-8 ماه دیگه بابای تو منتقل میشه شهرستان، تو رو هم با خودش میبره، دیگه نمیتونیم همدیگر رو ببینیم. یعنی من و تو دیگه هیچ وقت همدیگر رو نمیبینیم؟ نه، یعنی تا موقعی که آپاندیسیت درد نکنه. نه رضا، پس وقتی اینجا رفتی یه سر برو بیمارستان، دیگه نظر ازم جدا شی. باش، ولی فکر نکنم به تو. همان نمی کنم. باید همه نمرات هم 20 بیاد. خب من کمکت می کنم. هیدری، کمالی. بله. برین سر کلاس. چه؟ بدوین. بفرمایید بابا. بفرمایید. همان نمی کنم. خواهش می کنم. های مهم ایران را نام ببرید. نه این سوال نکن، اینو ولش کن. آخه چرا؟ این سوال نکن دیگه. خب بیاین بابا جون، بخورین خستگیتون در. دست شما درد نکن آقا جون. باریکلا بچه ها، امسال خوب دارین کار میکنین. آفرین آقا جون. جونم، شما دلتون میخواد معدل من چند بشه؟
چه میدونم بابا جون، بستگی به خودت داره، ولی من خیلی دلم میخواد تو زندگی معدل 20 بیاری بابا جون. یعنی چی؟ پدر بزرگم همیشه میگفت عالم شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل. آره بابا. خب دیگه برم بخوابم. رضا چی شده؟ یاد پسرم افتاد. دلت میخواد ببینیش؟ آره دلم میخواد ببینمش و ازش معذرت بخوام. واسه اینکه کتکش میزدی؟ واسه خیلی چیزا. واسه اینکه سعی نکردم باهاش رفیق باشه. پس بخون که بتونی دوباره ببینیش. رضا فردا این کارتا رو ببر برسون. من امتحان دارم. من فوزولی نکن، ببر برسون دیگه. کارت عروسیه؟ اینم با این عروسیشون. سلام علیکم خانم محمدی، بفرمایید. خیلی ممنون، ایشالله دامادی خودتون. خیلی ممنون. سلام برسونید. چشم، خداحافظ. چند تا مونده؟ نو سه پنج تا. به چی نگاه میکنی؟ زنم. چی؟ اون زنمه. مطمئنی؟ اون زنمه، اونم مادرشه. سلام. عروسی دعوتشون کنم. سلام. سلام. حالت خوبه؟ بله. مامانت خونه؟ بله. سلام. بفرمایید. این چیه؟ کارت دعوتی واسه عروسی خواهرمه. مادرم خواهش کرد تشریف بیاری. مادرتون؟ خانم کمالی، همسایه شما هستیم. دوست کوچه اونورتر میشینیم. آخه ما زرینم با خودتون بیارین. خدافظ. منه نگاه میکنه. من برای عروسی این مرتی که کار نمیکنم. مگه این عروسی تموم نشه یه پدری ازت در بیارم زیر شلاق کبوتت میکنم. برو بابا. صبر کن نشونت میدم. ای داری چی شد؟ هیچی. پیداش نکردی؟ نه هیچ کس خبر نداره. همه میگن دفعه اولش زن میگیره. بی خودی میگن، نمیدونن. اون ناکس از همه مخفی کرده. میگم رضا تو مطمئنی که؟ هنوزم به حرفای من شک داری؟ نه
آخه دو روز ما داریم این در اون در میزنیم، تعقیبش کردیم، از در همسایه‌ها پرسیدیم، ولی هیچی دستگیرمون نشد. میگم رضا، نشونی زنشو نداری؟ به، اگه نشونیشو داشتم که همون روز اول دست کبرا رو گرفته بودم برده بودم پلوش. آها رضا، نمیخوای با دیگه با آبجیت حرف بزنی؟ همین الان داشتم باهاش حرف میزدم، آقا داداشم اومد و سه تا کشیده محکم خوابون تو گوشم. اینم جاش. تا حالا شده چند تا؟ هفت تا. کوتا 25 تا. خب حالا میخواد چیکار کنی؟ یک پدری ازش در بیاره. آخه چطوری؟ باید یه کاری بکنیم. حالا که ما نتونستیم زنشو پیدا کنیم، باید بلایی سرش بیاریم که تلافی یه ذره از کتک زدنهای خواهرم در آینده بشه. تو کمکم میکنی؟ معلومه که کمکت میکنم. سر سنگ عقابی به هوا خواست. خب بگو دیگه چی شده رضا؟ نمیدونم چیزی شده؟ درست نمیدونم، یه اتفاقی قراره بیفته. چه اتفاقی؟ همین دیگه، هر کاری میکنم یادم نمیاد، مثل این که
خیلی دلم شور میزنه. ساکت. ده سرت رو برقه خودت باشه. چیه سینه درد گرفتی؟ چرا همچی میکنی؟ باره بینیم بابا. آقای اجازه اینا صندلیشون تکون میدن حواس ما پرت میشه. تکون نده بچه ساکت. چشم آقا. ساکت. تکون نده، زلزله، تکون نده، زلزله! آقا اجازه، میخوام زلزله بشه. ساکت، برو آور کنی، راست میگم، امشب قراره زلزله بشه. برو بیرون، برو بیرون، خدا راست میگم آقا، امشب برای چی فرار کنی؟ برو بیرون، قراره زلزله بیاد. برو بیرون، آقا برو بیرون، یلا برو بیرون، بچه هم باشی فرار کنی، قراره امشب زلزله بشه. زلزله! ساکت! ساکت! این که همش سفیده، بلد نیستی؟ ایزا آقا، ما بلد نیستیم، میشه بریم؟ رضا، راست میگه زلزله آره بابا، بودو بینم! بودو! باز کنی! خونه نیستم. حالا چیکار کنیم؟ باید سب کنیم تا بیان. میگم تو مطمئنی که خونه ما و شما چی نمیشه؟ آره دیگه. یا خدا همیشه اخماش تو همه و عصبانی. سلام رضا. اینجا چیکار میکنی؟ کار دارم. چه کاری؟ باید یه خبری به این خونه بدم. چه خبری؟ خودم میدونم چه خبری. شما بریم، من زود میام. را بیافرم خونه. من باید اینجا بمونم. را بیافرم، چه بارو شده؟ آقا داداش جون، آقا جون باید به اینا بگم و اگر نه زره میمونه زیر آوار. زری کیه؟ کتوم آوار. آخه امشب زلزله میشه. زلزله؟ آره به خدا. گم شو بینم، حالا واسه من منجمم شده. را بیافرم، هی دارید همه رو خراب بمون بشون خبر بده. را بیافرم، برو جلا. نزن آقا داداش. هی داری برای چی تو اومدی؟ مگه نگفتم باش بهشون خبر بده؟ خبر دادم، این هم جاش، خوابوندن تو گوشم. ای داده بیداد، ساعت چنده؟ نزدیک غروبه. نزدیک غروب زلزله میشه، باید کاری بکنیم. بودو برو یه ترابه چیزی پیدا کن برده بیار. برو، عجله کن، زود برگرد. بنداز بلا. سب کنم میدزم. یالا دارم میام، مواظب من باش. زود باش، مواظبتم. یالا زود باش. زیر پامو، هوای زیر پامو. باشی میگی رسن زیر گیر کرده. زود باش دیگه. باش دیگه. بودو تو اتاق پشتی هست. نه بودو، خریم
خیلی بهت گفتم زلزله بفرم حالا باور میکنی؟ باید از اینجا بریم بالا باید بریم بالای پشت بوم فقط از بالا پشت بوم را داره کمک کن برو بالا دنبال من بیا داری میای؟ آره آره میای برو بالا تو برو رفت اومده دسته بده برو بیوالا زور بزن بکش خودتو بالا زنی اون توه تو باید یه جوری کمک کنی من برم اون پایین باشه برو موازه آروم نیفتی رزا نه موازه زود باش عجله کن اومدم پرونده ایشونو بیاریم بفرمایید توجه کنید به نمرات آقای دکتر انضباط 10 جغرافیا 15 دیکته 13 حساب 11 خوشنویسی 7 من میدونم که گناهکارم
و به همین دلیل تمام مجازاتمو میپذیرم. اما من باید برگردم. الان کلی هستن که منتظر کمک های منن. بشین. انسانیت 20. این انسان با فداکاری و شجاعت قابل تحسینش جون خود را به خطر انداخت تا انسانهای دیگر را از مرگ نجات بده و این همون چیزیه که ما میخواییم. در کلاس درس 20 گرفتن خیلی خوبه، ولی عالیتر اونه که آدم تو کلاس انسان بودن 20 بگیره. متهم بخشیده شد، آزاده. بشین. پس اونا چی؟ اونایی که تو زلزله هستن، من باید برم به اونا کمک بکنم. 25 سال گذشته آقای دکتر، همه اون بچه هایی که تو اون زلزله بودن الان زن و بچه دارن. ببرینش. بشینید سر جاتون، پرونده بعدی رو بیارید. داره به هوش میاد. چی شده؟ از پله های زیر زمین افتادی پایین. چیزی نیست، یه زخم کوچیک. ظاهراً اعصابش هم آروم شده. بابا جان سینا، بیا جلو ببینم بابا. کجا رفته بودی بابا جون؟ رفته بودم مدرسه. های ترقو. هی داری. هی کلک انداز ناکس، خیلی مخلصه. ما بیشتر پوز ملوک. این پسرم سیناست، همون که بهت گفته بودم. اینم زریه، یادته؟ شوش، آه یادم اومد. خانو، یه لیوان آب خنک بده که گلوم خشک خوش شده. خب دیگه با اجازتون من مرخص میشم. حالت کاملا خوبه، وقتی خواستی بری یه سری به ما بزن. با اجازه، خداحافظ. ببین، یادت باشه تو به مربی کشتی بیشتر احتیاج داری تو به روان پزشک. همینی؟ یکی هم طلبت. باشه. این چیه؟ این از کجا آوردی؟ این مال منه. الان خیلی وقته که گمش کردم. اینو بابام برام خریده بود. این هدیه است. Ha 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 ha!